درود و ببخشید، با درود و سلام بر همیهنان عزیز و همینطور درود بر آقای سعید بهبهانی که این افتخار رو من میدن که با شما همیهنان عزیز یک بار دیگه صحبت بکنم. عرض کنم حضورتون راجع به سه مشکل بیماری های مشکلات بانوان خدمتون عرض کردم. توی برنامه های گذشته از فیبروم رحمی و اندومتریوز هم صحبتی شد، بنابراین امروز درباره فیبروم رحمی صحبت میکنم و در برنامه آینده درباره اندومتریوز. عرض کنم حضورتون فیبروم های رحمی یک غده های خوشخیمی هستند، خوشخیم یعنی سرطانی نیستند، که روی جدار رحم تولید میشن. اینها میتونن تنها باشند و یا یک گروهی باشند. به اونها لیومیوم و همینطور فیبرومیوم هم میگن. فیبروم ها معمولا در نزد خانم های بالاتر از 30 سال به وجود میآیند و اندازه اونها میتونه کوچیک باشه به اندازه یک نخود و یا بزرگ باشه به اندازه یک دارابی یا گرفروت و حتی بزرگتر. در بیشتر مواقع فیبروم ها هیچ سمپتومی تولید نمی کنند و خطرناک هم نیستند، زیرا فقط به طور استثنایی ممکنه سرطانی بشن، ولی میتونند خیلی اذیت کننده باشن. تولید خونریزی های فراوان در مدت قاعدگی بکنند همراه دردهای مختلف و میل مداوم ادرار کردن و ببخشید نظرت و گاهی هم ممکنه باعث مشکلاتی در باردار شدن بکنه. یکی دیگه داره میاد. باید توجه داشت که داشتن یک فیبروم رحمی باعث امکان سرطانی شدن اندومتر یعنی جدار داخلی رحم نمیشه. فیبروم ها همونطور که عرض کردم غده های خوشخیم عضله رحم هستند، در صورتی که سرطان اندومتر در مخاط رحم تولید میشه. فیبروم رحمی یک غده غیر سرطانیه که در نزد بانوان میانسال دیده میشه. به نظر میرسه که 20 تا 40 درصد خانم های قفقازی کوکازیان، یعنی توی پزشکی به آسیایی‌هایی که زردپوست نیستن، مثل ایرانی‌ها به ما میگن کوکازیان یعنی قفقازی، 20 تا 40 درصد از این کوکازیان ها و حدود 50 درصد بانوان آفرو امریکن از 35 سال به بالا، اینها همه دچار فیبروم هستند و بعد از 50 سالگی این میزان بیشتر از 70 درصد خانم های قفقازی و 80 درصد در نزد زنان آفریقایی تبار میرسه. بیشتر از نیمی از این فیبروم ها هیچ علامتی ندارن، بنابراین نمیشه میزان دقیق اونها رو حد زد. انواع فیبروم ها، سه نوع فیبروم رحمی وجود داره که بستگی به محل وجود اون داره. یه اولیش فیبروم های داخل بدنه رحم که در قسمت عضلانی جداری رحم تولید میشن و 70 درصد انواع فیبروم ها رو تشکیل میدن. دوم فیبروم های زیر جدار خارجی که به طرف خارج رحم رشد میکنن و گاهی پایدار هم هستند. سوم فیبروم های زیر مخاطی که در فضای داخلی رحم رشد میکنن، زیر مخاط داخلی تولید میشن. این فیبروم ها نادر هستند
ولی تولید خونریزی های فراوان می کنن. علل وجود فیبروم ها، علل تولید آنها به درستی معلوم نیست و حاصل مخلوطی از عوامل مختلفی مثل علل ارثی، هورمونی و محیط زیستی. به نظر میرسه که یکی از سلول‌های جدار رحم دچار یک جهش شده و به طور غیر قابل کنترل رشد میکنه و بعد استروژن‌ها روی اون اثر گذاشته و رشد اون رو تقویت میکنه. ارثی بودن هم گویا رول مهمی در وجود اون بازی میکنه، چون اگر مادری دچار فیبروم شد، دخترش هم اغلب فیبروم خواهد داشت. پیشرفت بیماری، میزان بالای استروژن در بدن باعث پیشرفت رشد فیبروم ها میشه. باردار بودن، مصرف قرص های ضد بارداری و یا هورمون تراپی باعث میشه که میزان بیشتری از استروژن در بدن باشه. با این حال مطالعات کلینیکی نشون داده که فیبروم ها در هنگام بارداری بزرگتر نمیشن و ولی 2-4% بانوان باردار در مدت بارداری مشخص میشه که اونها فیبروم دارن. مطالعات دارای نتایج ضد نقیض درباره مصرف قرص‌های ضد بارداری که شامل استروژن و پروژسترون بودند، ولی اکثر مطالعات نشون داده که این قرص‌ها باعث آهسته شدن رشد فیبروم میشه، مخصوصا اگر فیبروم‌ها در نوجوانی به وجود اومده باشند. در مدت زمان نزدیک شدن به یائسگی میزان استروژن معمولاً بیش از معموله و باعث میشه که فیبروم ها چند سالی قبل از یائسگی رشد کنند، ولی بعد از یائسگی به علت کمبود ترشح استروژن آنها هم به تدریج کوچکتر میشن و اگر خیلی بزرگ نباشند از بین میرن. هورمونوتراپی جایگزین پس از یائسگی به ندرت باعث میشه که فیبروم ها کمی بزرگتر بشن، زیرا میزان یعنی دوز استروژن در هورمونوتراپی جایگزین خیلی کمه. حالا این فیبروم ها چه مشکلاتی میتونن تولید کنن؟ همونطور که عرض کردم اغلب فیبروم ها تشخیص داده نمیشن و هیچ اثری بر روی سلامتی ندارند، ولی گاهی مشکلاتی تولید میکنند مثل هموراژی یا خونریزی. فیبروم ها میتونند تولید کمخونی یا آنمی بکنند اگر همراه با خونریزی زیاد باشند. کم شدن امکان باردار شدن، اغلب بانوانی که دچار فیبروم هستند می توانند باردار بشن و بارداری کاملا طبیعی داشته باشند، ولی یک فیبروم بزرگ می تونه باعث کم شدن شانس باردار شدن و یا عقیم شدن بشه به علت بستن لوله های بین تخمدان ها و رحم که بهش میگن ترومب دو فالوپ، و یا از لانه گزینی سلول جنینی اولیه در رحم جلوگیری کنه. مشکلاتی که ممکنه در دوران بارداری پیش بیاد، بانوانی که دچار فیبروم رحمی هستند ممکن است جنین را سقط کنند و یا نوزاد آنها پرماتوره یعنی نارس به دنیا بیاد. این مشکل بستگی به محل و اندازه فیبروم داره. فشار بر روی اعضای همجوار یا اعضای همسایه، اگر فیبروم خیلی بزرگ باشه میتونه بر روی مثانه، رکتوم و یا حالب ها فشار وارد کنه و منشأ دردها و مشکلات مهم دیگری
مثل جلوگیری از دفع ادرار و یا یبوست بشه. سمپتوم های فیبروم رحمی. در حدود 30% فیبروم ها دارای سمپتوم هستند و اینها این سمپتوم ها بستگی به اندازه فیبروم و نوع آن و تعداد اونها و محل اونها داره. یکی از این سمپتوم ها قاعدگی با خونریزی های شدید و طولانیه که بهش میگیم منوراژی، دردهای داخل شکمی و کمری پایین کمر. اگر فیبروم بر روی مثانه فشار بیاره باعث زیاد شدن دفعات ادرار کردن میشه، تورم و پیچیدن درد در زیر شکم، احساس درد هنگام مقاربت، عقیم شدن و یا سقط جنین پی در پی، یبوست اگر فیبروم فشار زیاد بر روی روده بزرگ و یا رکتوم وارد کنه. چه کسانی در خطر مبتلا شدن هستند و علل تولید فیبروم رحمی و علل تولید خطر؟ همه بانوانی که 30 سال به بالا دارند در خطر مبتلا شدن هستند و خانم هایی که در خطر شدید هستند عبارتند از: اول، زنهای افرامریکن و آفریقایی تبار 3 تا 4 برابر بیشتر از بانوان قفقازی دچار میشند. خانم هایی که مادرشان فیبروم رحمی داشتند. خانم هایی که هیچ وقت بچه دار نشدند. پیشگیری و درمان های دارویی. با اینکه علت تولید فیبروم ها هنوز مشخص نیست، ولی خانم هایی که فعالیت بدنی دارند کمتر دچار میشن و خانم هایی که گوشه‌گیر و یا سنگین وزن هستند خیلی بیشتر. میدونیم که چربی های بدن سازنده استروژن ها هستند و این هورمون کمک به رشد فیبروم ها میکنه. داشتن وزن طبیعی و ورزش کردن میتونه تا حدی از تولید فیبروم جلوگیری کنه. فیبروم ها رو ضمن یک آزمایش لگنی، بهش میگن آزمایش پلویان، در کلینیک میشه تشخیص داد. بنابراین بهتره که خانم ها مرتباً با پزشکشون در این باره مشورت کنند. درمان های دارویی. چون فیبروم های رحمی معمولاً هیچ سمپتومی ندارند، بهشون میگیم اسمپتوماتیک. پزشکان در اغلب موارد پیشرفت آنها را در نظر دارند و یک فیبروم که مشکلی تولید نمی کنه احتیاج به درمان نداره. و اگر موقعی که احتیاج به درمان باشه، انتخاب نوع درمان بستگی به عوامل مختلفی داره، مثل شدت سمپتوم های تولید شده، سن بیمار و آیا این که می خواهد بچه دار بشود یا نه، و اینکه خود بیمار چه درمانی را ترجیح میده. باید دانست که درمان قطعی هیسترکتومی و یا برداشتن کامل رحم میباشه. چند راهنمایی برای آرام کردن سمپتوم ها. استفاده از کمپرس های گرم یا سرد بر روی مناطق دردناک میتونه کمک به آرامش دردها بکنه. داروهایی رو که بدون نسخه میشه تهیه کرد کمک به آرامش دردهای کمری و کرمپهای شکمی میکنه. در بین این داروها میشه از استامینوفن یا تایلنول و ادویل و موترن
که ایبوپروفن ها هستند استفاده کرد. برای ایبوپروفن ها هستند استفاده کرد. برای رفع یبوست باید با خوردن 5 تا 10 قطعه میوه و سبزی در روز شروع کرد و همینطور مقدار کافی فیبرهای گیاهی خوردنی که در نان کامل و ماکارونی کامل و امثال آنها که با دانه های کامل تهیه شدن و همینطور برنج قهوه‌ای و برنج وحشی در غذای روزانه داشت. باید در نظر داشت که با داشتن رژیم های غذایی سرشار از فیبرها باید مقدار زیادی هم آب نوشید تا باعث بسته شدن روده ها نشد و اگر یبوست برطرف نشد میشه از مسهل های آرام حاوی پسیلیوم استفاده کرد. مسهل هایی که روده رو تحریک میکنن باعث التهاب میشن و نباید از اونها استفاده بشه. برای پیشگیری از تکرار ادرار به اندازه کافی در روز مایعات بنوشید و از ساعت 6 عصر به بعد از نوشیدن خودداری کنید تا مجبور نشید که شبها چند بار بیدار بشید. داروها برای تنظیم سیکل قاعدگی به کار میرن که سمپتوم های آن مانند خونریزی زیاد قاعدگی را کم کنه و برای کوچک کردن فیبروم بی اثره. داروهای ضد بارداری هورمونی در اغلب موارد برای مرحله اول درمان پیشنهاد میشن و کمک به کم شدن دردها و کم شدن شدت خونریزی میکنه. 3 راه حل به بانوانی که فیبروم های بسیار بزرگ دارن پیشنهاد میشه. اولیش استفاده از داروهای ضد بارداری هورمونی مثل قرص، حلقه های واژنی، تمرهایی که روی پوست میچسبونن به طور سیکلیک یا دائمی. بعد پروژستاتیف ها به تنهایی مثل تزریق داخل عضلانی دپو پروورا هر 3 ماه یک بار، با توجه به این که استفاده طولانی از اون باعث پوکی استخوان میشه، یعنی استخوان مواد معدنیش رو از دست میده. استریلای میرنا فقط وقتی میشه از اون استفاده کرد که فیبروم ها بزرگ نباشه. این استریلا به تدریج پروژستاتیف آزاد میکنه و باعث میشه که خونریزی به طور قابل توجهی کم بشه. البته هر 5 سال باید اون رو عوض کرد. اگر فیبروم خیلی بزرگ باشه و یا خونریزی ها بسیار شدید باشه و داروهای هورمونی دیگری رو پزشک میتونه تجویز کنه که اندازه فیبروم کوچکتر بشه و بعد عمل جراحی انجام بشه. یک داروی دیگه هست که بهش میگن لوپرون، زولادکس یا سینارل. اینها چیز هستن، گونادورلین هستن که یک هورمونیه که باعث میشه که استروژن در بدن میزانش بره پایین، کم بشه و حتی میرسه به میزان اون در موقع یائسگی. این درمان باعث کوچک شدن اندازه فیبروم بین 30 تا 90% میشه. این دارو باعث یک یائسگی موقت همراه با سمپتوم های آن مثل گر گرفتگی و کم شدن استحکام استخوان ها میشه. آثار ناخواسته ثانویه زیاد داره و به همین علت نباید در دراز مدت از اون استفاده کرد، بلکه در کوتاه مدت کمتر از 6 ماه برای آماده کردن بیمار برای عمل جراحی.
عرض کنم حضورتون جراحی. از عمل جراحی معمولا وقتی استفاده میشه که خونریزی ها غیر قابل کنترل باشه و یا عقیمی وجود داشته باشه و یا اینکه دردهای شکمی یا کمری تحمل ناپذیر بشه. یک نوع عمل جراحی هست بهش میگن میومکتومی، عبارت است از برداشتن فیبروم و اجازه میده که بیمار بتونه باردار بشه، ولی باید در نظر داشت که میومکتومی یک راه حل دائمی نیست و در 15% مواقع فیبروم های دیگری تولید میشه و در 10% بیماران احتیاج به عمل جراحی بعدی خواهد بود. وقتی که فیبروم ها کوچک و زیر مخاط هستند، میومکتومی ممکنه از طریق هیستروسکوپی انجام بشه. هیستروسکوپی توسط دستگاهی انجام میشه که دارای لامپ و دوربین ویدئویی و توسط جراح از طریق واژن وارد رحم میشه و تصویر روی صفحه تلویزیون جراح رو راهنمایی میکنه. یک تکنیک دیگر لاپاراسکوپیه که دستگاه از طریق سوراخ کوچکی که در قسمت پایین شکم باز میشه وارد شکم میشه و عمل جراحی در داخل شکم انجام میگیره. باید در نظر داشت که میومکتومی باعث صدمه پذیری رحم میشه و خانم هایی که میومکتومی شدن هنگام زایمان در خطر شدید پارگی رحم هستند و ممکنه که پزشک اونها پیشنهاد کنه که کودک با عمل سزارین به دنیا بیاد. یه تکنیک دیگه است بهش میگن امبولیزاسیون. این یک تکنیک جراحیه که باعث مرگ فیبروم میشه بدون برداشتن اون، و پزشک که معمولا یک رادیولوژیسته یک کاتتر رو وارد سرخرگی که رحم رو تغذیه میکنه و اون سرخرگ رو میبنده. در نتیجه فیبرومی که اکسیژن و مواد غذایی دریافت نمیکنه حدود 50% از حجمش کاسته میشه. این سیستم تحملش برای بیمار راحت تره و باعث میشه که رحم هم برداشته نشه. دوره نقاهت هم معمولا 7 تا 10 روزه. یک مطالعه در سال 2010 نشون داده که امبولیزاسیون سرخرگ رحمی پس از 5 سال نتیجهش مطابق هیسترکتومیه بدون از دست دادن رحم. دوره نقاهت پس از هیسترکتومی حداقل 6 هفته طول میکشه. از این تکنیک نمیشه برای همه فیبروم ها استفاده کرد. مثلا برای فیبروم های زیر مخاطی پیشنهاد نمیشه. تکنیک بعدی برداشتن آندومتر یا جدار داخلی رحمه. بعضی مواقع برای خانم هایی که دیگر نمیخواهند بچه دار شوند و میخواهند میزان خونریزی زیاد رو کم بکنند به کار میره. هنگامی که آندومتر با عمل جراحی برداشته میشه در بیشتر مواقع خونریزی های قاعدگی وجود نخواهد داشت، ولی دیگر باردار شدن ممکن نیست. این تکنیک وقتی به کار میره که خونریزی های شدید و چندین فیبروم زیر مخاطی با حجم کم وجود داشته باشه. و بالاخره هیسترکتومی یا برداشتن رحم در مواقع بسیار سخت برای بانوانی که دیگر نمیخواهند بچه دار شوند پیشنهاد میشود و میتواند ناقص باشد، یعنی گردن رحم برداشته نشه، و یا کامل باشه که کاملا برداشته بشه. هیسترکتومی رو میشه از راه شکم
با باز کردن پایین شکم انجام داد و یا از راه واژن بدون باز شدن شکم و یا توسط لپاروسکوپی اگر حجم فیبروم اجازه بده. این آخرین راه حل برای درمان فیبروم هاست، چون دیگر امکان بازگشت برایشان وجود نخواهد داشت. رگل های شدید میتونن باعث کمخونی بر اثر کمبود آهن بشن. خانم هایی که میزان زیادی خون از دست میدهند باید غذاهای سرشار از آهن مثل صدف های خوراکی، جگر و گوشت گاو، اینجا فرانسویش میگن اوغاتی گاو، بله، تخم کدو، لوبیاها، سیب زمینی با پوست و ملاس، اینها دارای مقداری آهن هستند. میزان آهن و هموگلوبین در یک آزمایش خون کمبود آهن رو مشخص میکنه. از مکمل های حاوی آهن فقط باید تحت نظر متخصصین سلامتی استفاده کرد. نتیجه گیری از این مقاله: امروزه راه حل های متعدد درمانی و جراحی که خیلی کمتر از هیسترکتومی به بدن لطمه میزنند برای بانوانی که دچار فیبروم رحمی هستند وجود دارد. فراموش نشود که بیشتر خانم ها نمی دانند که دچار فیبروم هستند، زیرا هیچ سمپتومی ندارند و فیبروم ها در زمان یائسگی عقب نشینی می کنند، کوچک می شوند و یا از بین می روند. انتخاب درمان بستگی دارد که آیا بیمار می خواهد بچه دار بشود یا نه. سن شخص و شدت سمپتوم ها و داشتن دانش خوب درباره هر نوع درمان و در نظر گرفتن عوارض بعدی و خوبی ها و بدی های نوع درمان و مقایسه کردن اونها و آنچه که بیمار در نظر داره به اون برسه و همینطور عقاید و ارزش های شخصی بیمار مربوط میشه. عرض کنم حالا بریم سراغ طب مکمل. در سال 2002 یک دانشمند آمریکایی از مجموعه ای از درمان های جایگزین به جای درمان های کلاسیک استفاده کرد. در مرحله اول 37 نفر از بانوانی که فیبروم های قابل لمس داشتند انتخاب شدند و در مرحله دوم از طریق بانک اطلاعاتی بیمارستان 37 بانویی که دارای همان شرایط بودند و قبلا درمان های کلاسیک داشتند اینها را به عنوان گروه شاهد انتخاب کردند. برنامه درمانی گروه اول شامل درمان‌های طب سنتی چین مثل طب سوزنی و فارماکوپی چینی، یعنی داروهای چینی بود، همینطور غذا درمانی، ماساژ قسمت لگنی شکم، ویزوالیزاسیون، یعنی شخص تصور میکنه که فرض کنید مثلا یک نور آبی میاد میره اون فیبروم رو از بین میبره، به این میگن ویزوالیزاسیون. در بعضی مواقع خیلی موثره، مخصوصا در باره بچه هایی که زگیل دارن این خیلی موثر بوده. بعد اوتوهیپنوز و مراقبه. 6 ماه پس از درمان ها نتیجه این طریق درست به اندازه درمان های کلاسیک برای آرامش سمپتوم ها و برای کوچک کردن فیبروم ها مؤثر بوده. متاسفانه این نتیجه جالب در همینجا تموم میشه و مطالعات دیگری در این باره انجام نمیشه، چون که برای این مطالعه بانوانی که این درمان ها را دریافت کردن خودشون میبایستی به طور متوسط $3,800 آمریکایی بپردازن و این مبلغ خیلی بیشتر از مبلغی بوده که بانوان گروه شاهد برای درمان های کلاسیک پزشکی پرداخته بودن.
عرض کنم تغذیه، دکتر اندره یوویل که یکی از بزرگترین متخصصان ناتوروپاتیه، طب طبیعی، فکر میکنه که رژیم غذایی میتونه رولی بر روی فیبروم ها بازی کنه، زیرا اغذیه بر روی مقدار تولید استروژن و گردش اون در خون موثره و پیشنهاد میکنه که بانوان دچار شده به فیبروم گوشت و لبنیات کامل مصرف نکنند، مگر اینکه این مواد غذایی حامل هورمون نباشه و یا اینکه بیولوژیک واقعی باشه. بیولوژیک واقعی عرض کنم حضورتون، بیشتر نه همه جا و نه همه کس، ولی دیده شده که مواد غذایی که به عنوان بیولوژیک فروخته میشه فقط پلاستیک روش بیولوژیکه. و یک داستان هم بله، و همینطور گفته از غذاهای کم چربی استفاده کنن. یک داستان خدمت رو عرض کنم که واقعیت داره و در یک خانمی در استرالیا فکر کنم من اتفاق افتاده، یک خانمی که فیبروم داشته رفته پلوی ژنیکولوگ و این فیبروماشو برداشتن و 6 ماه بعد 2 مرتبه فیبروم داشته و این وقتی رفته پلوی همون ژنیکولوگ، ژنیکولوگش بهش گفته تو مثل این که بال مرغ خیلی دوست داری، خیلی بال مرغ میخوری. این تعجب میکنه، میگه از کجا تو میدونی؟ آره درسته، ولی از کجا تو میدونی؟ ژنیکولوگش میگه به خاطر این که برای اینکه مرغا رشد سریع داشته باشن هورمونا رو تو بال اینا تزریق میکنن و همیشه مقدار زیادی هورمون تو این بال هست قبل از اینکه این پرنده بیچاره، این مرغ بیچاره کشته بشه، هنوز تو بالش مقدار زیادی هورمون داره. اینه که بنده پیشنهاد میکنم که خانمای عزیز هم تو آقایون عزیز این بال مرغ میل نکنن، اینجا خیلی فروش داره و چندین نوع مختلف هم هست، نمیدونم یکیش سوسای مختلف داره، مزه های مختلف داره و فروشش واقعا سرسام‌آور. خب بگذاریم بریم روی فارماکوپه. فارماکوپه چینی در طب سنتی چین یک معجونی هست به جدم قسم اسمشو من نمیتونم بگم، یه معجونی دارند که یه داروی تهیه شده از گیاهان میباشد برای درمان قاعدگی شدید، دردهای قاعدگی و مشکلات عقیمی بانوان استفاده میشه. در یک مطالعه بدون گروه شاهد که در سال 1992 در ژاپن انجام شد و از این معجون برای درمان 110 خانم غیر منوپوزه که از فیبروم رنج می بردن استفاده شد، دردها و شدت خونریزی در 90% بیماران کم شد و در نزد 60% آنها فیبروم ها کوچکتر شدند. متاسفانه این معجون چینی مورد مطالعات دیگری برای بانوان فیبرومی قرار نگرفته و طبق یک آنالیز که در سال 2009 انجام شده نشون داده که مطالعات کلینیکی دقیق و علمی کافی برای نتیجه گیری از مؤثر بودن و یا بی‌خاصیت بودن گیاهان چینی انجام نشده. قبل از اینکه از این مسئله گیاهان چینی خارج بشم، هفته گذشته آخرین مقاله‌ای که در دست من رسید میگفتش که این داروهای چینی برای درمان سرطان مؤثر بودن. بعد بریم سراغ ویزوالیزاسیون و ورزش‌های قلبی عروقی. دکتر ویل پیشنهاد میکنه که برای کوچک شدن فیبروم ها از تکنیک ویزوالیزاسیون و به طور مرتب از ورزش‌های قلبی عروقی انجام میشه. ورزش قلبی عروقی ورزش هایی که به فعالیت های قلب و عروق کمک میکنه.
نیام وحشی. نیام یک ریشه یک گیاهیه که من در آفریقا دیدم، این بعض وقتا بزرگ میشه به اندازه یه هندونه میشه و خب اینجور این میپزن و میخورن. گیاهان مختلف، نه نیام وحشی، بانوانی که از یک بیماری هورمون دپاندانت یعنی بیماری بر اثر هورمون بوده، مثل سرطان تخمدان، سرطان پستان، سرطان رحم، اندومتریوز، فیبروم، اندومتریوز و فیبروم رحمی رنج میبرند، نباید نیام وحشی مصرف کنند به دلیل اینکه مقدار کمی مواد تولید کننده استروژن داره. به طور سنتی گیاهان مختلفی برای آرامش سمپتوم ها و جلوگیری از بزرگ شدن فیبروم ها به کار رفته. گاتیلیه یکی از اونهاست که میتونه کمبود پروژسترون را جبران کنه. این گیاه همینطور برای تنظیم سیکل قاعدگی به کار میرفته. همینطور گیاهانی که برای تقویت کبد مصرف میشدن میتونن باعث کم شدن استروژن زیادی بدن بشن. بعضی از گیاهان خواص ضد خونریزی دارن ولی تا به حال مطالعات علمی بر روی آنها انجام نشده. اگر میخواهید از گیاه درمانی استفاده کنید حتما با یک متخصص واقعی مشورت کنید. این خدمتون بارها عرض کردم، بازم عرض میکنم، متاسفانه این در بیشتر جاها طب‌های مکمل، گیاه شناسی، گیاه درمانی، اینها چون نظام ندارند، مثل نظام پزشکی ندارند، نظام پزشکی گیاه درمانی ندارند، اینها تحت کنترل نیستند. یعنی هر کسی میتونه بگه من متخصص گیاه درمانیم، هر کسی میتونه بگه من متخصص ماساژ تراپیم، هر کسی میتونه بگه من متخصص ناتوراپاتیم. اگر میخواین از این طب انواع مختلف طب مکمل استفاده کنید حتما درباره اون شخصی که میخواین ببینینش مشورت کنید، ببینین کجا درس خونده، ببینین عضو کدوم انجمنه، با اون انجمن تماس بگیرید، ببینید آیا واقعا اون عضو اون انجمن هست. چون اینجا حتی در این استان کبک چندین نفر بودند که خودشون را پزشک معرفی میکردند، تیتر دکتر داشتند، اینا اصلا دانشگاه هم نرفته بودند و وقتی که به اصطلاح گندش در آمد معلوم شد که دروغ میگفتند. و همینطور میشه شماره های قلابی، مثلا هر پزشکی یه شماره نظام پزشکی داره، یه متخصص ناتوروپاتی شماره ناتوروپاتی داره، یک متخصص هومیوپاتی شماره هومیوپاتی داره. دیده شده کسانی که متخصص نبودن و یه شماره قلابی داشتن و تا گندش در نیامده سالها طول کشید. اینه که برای این چیز طب‌های مکمل دقت بیشتری بکنید. ببخشید، عرض کنم حضورتون برنامه امروز ما امروز تمام شد، اینجا تمام شد و یک بار دیگه از همه دوستانی که از همه دوستانی که به این برنامه محبت دارند و همینطور آقای سعید بهبانی تشکر میکنم و امیدوارم که تا برنامه های آینده و همیشه در زندگیتون شاد و خوش باشید و به قول شاعر تنتان به ناز طبیبان نیازمند مباد.